بچه‌ها بریم ببینیم سوالمون چی گفته. گفته که از سوختن کامل مقدار روی سولفید با خلوص 80% 32 گرم گاز گوگرد دیوکسید تولید می‌شود. مقدار اولیه روی سولفید ناخالص چند گرم است؟ دقت بکن، یکی از فرآورده‌ها رو به من داده، واکنش دهنده خالص رو باید به دست بیارم، با استفاده از معکوس درصد خلوص برسم به چی؟ برسم به مقدار ناخالص اولیه‌ام. خب ببین چیکار می‌کنم. من گفتم چی؟ SO2 چند گرم دارم؟ 32 گرم دارم، توی سوال گفته. درسته؟ این 32 گرم رو باید تبدیل به مول بکنم. خب ببین جرم مولی SO2 چنده؟ یه دونه S داره به 32 میشه با دو تا اکسیژن که چنده؟ 16. 32 با هم دیگه میشه چند؟ 64. خب 32 64، عدد تابلویه 1/2. درسته؟ من 1/2 مول تولیدی SO2 رو داشتم. خب برم سراغ بازی با ضریب استیکیومتری. دقت بکن، 2 مول روی سولفید اومده به من چی داده؟ 2 مول SO2 داده. درسته؟ خب چند مول روی سولفید من 1/2 مول میده؟ خب 1/2 مول. بچه ها نسبت ضریبشون یکسانه، یعنی هر چقدر از این مصرف شده به مول، انقدرش به مول تولید شده. اگر 2 مول مصرف شده 2 مول تولید شده، 1/2 مول مصرف شده 1/2 مول تولید شده. پس من اگر اینجا 1/2 مول دارم، اینجا چقدر دارم؟ 1/2 مول. درسته؟ خب من 1/2 مول روی سولفید خالص همه که به دست آوردم، چون مقادیری که توی محاسبه واکنش دارم باید خالص باشه. درسته؟ این مقدار خالصه، من چیکارش بکنم؟ ضرب در جرم مولیش بکنم. زدن اس جرم مولیش چنده؟ 65. 32 با هم چند میشه؟ میشه 97. خب این تا اینجا به من چیو میده؟ جرم ZNS خالص رو به من میده. حالا دقت بکن، من میگم که این مقدار خالصمه. من برای اینکه با مقدار خالص و درصد خلوص مقدار ناخالص رو به دست بیارم چیکار میکردم؟ خالص رو ضرب در معکوس درصد خلوص میکردم. دقت بکن، اینو باید ضرب در چند بکنم؟ ضرب در 1/8 بکنم. گفته چقدر؟ گفته 80%. 180 صفرش رو با هم میذاریم میکنیم 1/8، راحت تر. خب دقت بکن، 2 رو با 10 میزنم میشه 5. درسته؟ 5/8 ضرب در 97. دقت بکن، 5/8 چی میتونه باشه؟ 5/8 یعنی 1/2 به علاوه 1/8، 4/8 به علاوه 1/8. خب 1/2 97 چند میشه؟ 1/2 97 میشه چند؟ 48.5 به علاوه چی؟ 1/8 97. خب دقت بکن، 48.5 به علاوه 1/8 97. قبول دار 1/8 97 یه عددی بین 10 تا 14. نگاه کن، 1/8 97، 8/10 میشه چند تا؟ 80 تا. 4/8 میشه چند تا؟ 32 تا. درسته؟ خب دقت بکن، حالا میگم یه عددی بین 10 تا 14. من اگر یه عددی بین 10 تا 14 رو بیارم با 48.5 جمع بکنم، کدوم گزینه شبیهش هست؟ ببین از 50 که رد میکنه، به 70 نمیرسه، 40 هم که یه گزینه پرته. جواب تست من میشه گزینه 3. بچه‌ها